یک گروه مادرانی محکوم شدگانی که در ایسیانی کالونیای نظامش سختی رقمی سه شهر خوجند گمان بر دانسته می شوند به رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان، اینچنین به رئیس دادگاهی عالی و به پروکوروری جنرالی کشور مراجعه نمودند که برای خالصانه دیده برآمدن پرونده های جنایی نو که نسبت فرزندانشان آغاز شده است کمک نمایند. جرایان سودی آید پرونده مذکور در پشت درهای بسته برگزار می‌گردد. ما را به تالار جرایان سود راه ندادند. نمی‌دانم پسرم در چه حالت است. آیا حقوق‌های او رعایت کرده می‌شود؟ ما باید دلپور شویم که جرایان سودی بی‌غرضانه می‌گذرد. آخر من مادر هستم و به تقدیر پسرم به اعتنا شده نمی‌توانم. می‌گوید مقصود صادقوا در محاسبه با خبرنگاری رادیوی آزادی. معجزه شامورادوف مادری دیگری محکوم شده صفرانالدین شامورادوف که به مهلت 14 سال برای اکستریمیزم از آزادی محروم شده است میگوید برای واخوری با پسرم اجازت میپرسم. به من اجازت ندادند که با خودش هم صحبت شوم. میخواهم خودش به من نقل نماید که همه این حادثه از چی آغاز گردید. چرا نسبت او پرونده نوی جنایی آغاز نمودند؟ طبق گفته های شامورادوف پسرش سالهای دراز در روسیه کار و فعالیت کرده است، سپس به ترکیه گذشته است. حکومت به ما گفتند بگذار به وطن برگردد، او را عفو میکنند. ولی پس از آن که به وطن برگشت او را در حال دستگیر کردند، میگوید شامورادوف. در میز سودشوندگان زیاد از 30 نفر محکوم شدگانی در مؤسسه اصلاحی ادای جزا کرده استاده قرار داشتند. طبق اطلاع حکومت در وقت ایسیان 21 نفر محکوم شدگان جان باختند. در عین زمان منبع های مستقل دیگر در خصوصی نکم از 53 نفر کشته شده و 186 نفر زخمی شدگان اطلاع داده بودند. طبق نقل رسمی رژیم در فاجعه شده گذشته محکوم شدگانی که بر اساس دین محبسی هستند که با تشکیلات داعش علاقه داشتند عیبدار می باشند. اینجا نتیجهش به مؤلف خبر تاید اونجا به میرد با همون و به قبل وکی احمدتک پارینه. ولی مشاهدان قید نمودند که رژیم با مقصد پنهان نمودن سبب های اصلی حادثه و ویران کنی حقوق های محکوم شدگان در جای های محرومیت از آزادی به جامعه چنین نقل را پیشنهاد نمود که گویا در این حادثه پایهای اسلامی وجود دارد. با این رژیم کنونی محکوم شدگان را همچون زاغ سیاه انتخاب نمود. همین بیگناه فرزندهای ما جزا نگیرند.